سلام علیکم. خسته نباشید. خوبی؟ سلام. 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 خسته نباشید. حاجی جون سلام. سلام علیکم. چطوری؟ خوبی؟ باشید. قربونت برم. خبر حاجی؟ سلامت باشید. قبضه رو پرداخت کردیم. سفارش های عباسی هم فرستادیم. دستکار شما روغنکاری کرد؟ بله، روغنکاری کرد. روز داره کار می‌کنه. بله، خوب شد. بله، پرداخت کردیم. حساب کردیم. بله. زنگ من اینکه زنگ زد. می‌خوام اینو خانم انصاری زنگ زد. چند بار گفت که با موبایلتون تماس گرفت در دسترسم بود. گفتن یه تماسی باهاشون بگیر. نگو چی کار باشه. نگو. باشی. تو 5 دقیقه ببین استراحت کن. دستور خواهش کنید. بچه ها 5 دقیقه خاموش کنید استراحت کنید. بفرمایید. بریم بالا. الو سلام، امیرم. من خوبم. چیزی شده؟ من خدا رو شکر همه خوبن، عزیزم خوبه. من نگران شدم، گفتم شاید چیزی شده، گفتن چند بار زنگ زدی. بگو. خدا رو شکر، انشالله که خوشبخت بشی. طرف کیه؟ میشناسمش؟ احمد؟ یونس به من گوش کن. ببین من گیرم، من این 5000 تا رو تو تا امروز بهم نرسونی قربونت برم. به من خبر بده. قربونت. مرسی. سلام است دانیا. سلام بابا، خوب هستی؟ چی شد بودیست؟ بله گرفتم واسهتون. گرفتی؟ میفرسه اینجا؟ نه گفتم برسن دم خونه مینا خانه. دم خونه مینا فولش اینا همه اسم کرده حل دیم. به کارت بسن. بابا میای دنبالم؟ من خونه مامانم. مدرسه‌م زود تعطیل شد، مجبور شدم بیام اینجا. میای دیگه؟ باش. خدا ببین اونو میتونی بری پروف کنی یا تو اتاق اگه بخوای. بله اینا هرچی داره. سلام. از همون یه دونه است. از اون رنگش فقط همون یه دونه است، چون دوست داری میگم آجا. احمد ویزا چی شد؟ اوکی شد؟ در به دری کشیدم تو پیدا کن. پدرم در من دلار که همینطور داره میره بالا. گرفتی؟ 5000 تا گفتم یونس بهم برسونه. تو محمد چی کار کردی؟ حالا محمد که میگه من زور بزنم 2000-3000. هر چی داره بگو بیارم. بگو هر چی داره من میخوام. بله. سلام احمد آقا، خوبم مرسی. بله گوشی؟ بعد ازش بپرسم پارچه اینو از کجا، چون من دنبال پارچه اینجوری میگشتم پیدا نشد. جانم کیه؟ بله کارتشو میدم باهاشون صحبت کنم. معذرت میخوام. الو الو چرا اینجوری میکنی؟ ای خب مدرسه‌اش زودتر تعطیل شده، نمیتونم که بچه رو ول کنم وسط خیابون. ای خیلی خوب، الان همین الان آژانس میگیرم بفرستم بهش خونه.
نه آژانس میگیرم براش. بلیط ها هنوز نرسیده. بلیط ها چی شد؟ به جای اینکه منو دعوا کنی الان به این فکر کن که من منتظر بلیط ها. خیلی خوب باشه. اومد خبر میدم. خداحافظ. من گفتم گوشیو بردار. من گفتم برو وسایل تو جمع کن زنگ بزنم آژانس. زنگ زدم به بابا. تو غلط کردی زنگ زدی به بابات. این بار هزارم سر ببین چیکار میکنی با منو. هر دفعه به یه بهانه‌ای باباتو میکشی اینجا. بهت گفتم من نمیخوام اون اینجا بیاد. اینو بفهم تو کلت فرو کن. تعهد دادم به کلانتری. این حرفا چیه بابا؟ وظیفم بود. بله خانم انصاری بلیط هواپیما آوردم. حالا تو دیگه عصبانی نشو. بله. ببین سارا دارایی مادرمو یادت نره بگیری ها. نمیخواد به سعید چیزی بگی. بچه‌ها مربوطه خودتون زنگ بزنید. بهش بگو یه زنگ بهم بزنه. قربونت برم. خداحافظ. خداحافظ. سلام به روی ماهت. وای وای. قربونت برم من. بده من ببینم. ماچ 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 ماچ. ماچ نمیدی؟ نه. چرا قربونت برم من؟ قربونم شکلت برم من. منو نگاه کن. حیف این چشای قشنگت نیست منو نگاه نکنی. با من دعوا کردی؟ جون من. نمیخوای بگی؟ خیلی خوب. آقا اصلا ولش کن. بیا بذار من این آهنگو برات بیارم. همونی که دوست داری. آه اینم ولش کن. مرد و حرفش. قول دادم بهت کجا ببرمت اگه گفتی 20 سوالیه. این چیه؟ ببین وقتی من قول میدم پای قولم هستم. این چیه؟ بلیطای سینماه. بس چی؟ هورا هورا. دیدی؟ دستتو بده. نه 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 دستای خوشگل تو مال منه آخه. قربون دستای خوشگلت برم من. بابا بریم سینما دیگه. باشه باشه. آره قول دادم دیگه میریم. فقط یه چیزی ببینم. باشه خیلی خوب. خیلی خوب. کاراتو کردی یا نکردی؟ آره فقط یه کار دستی که باید بر فردا بسازم. پس فردا چی هست؟ دریا و ماهیاش و کشتی و قایق و حیوانای توش و اینا. ببخشید همه اینا رو تو فردا باید انجام بدی. خب نمیرسیم که همه وسیلاشو میخریم. خب 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 به قربونت برم من جون. باید وسیلاشو برم چشم نوکرت هم هستم. بای صدق ببینم. آقا میرم سینما. الو سلام منوز. چی دارم سهر رو میبرم خونی مامانم. شب میخرم میارم. میگم شب برگشتنی میارم دیگه. همین الان باید بخرم. خریدای کاردستی من. خوباشو بگیری فقط تو رو خدا. مداد رنگی پررنگ خوبا رو بگیرم. این همه چه خبره؟ چی نیست که فقط تو رو خدا خوباشو بگیرم. خوش رنگ و مقواش خوش رنگ. باش. بابا مسئله منو گرفتی؟ عشق من اینجا نداشت. میریم تو راه میگیریم. بهناز جونم. سلام. سلام. خوبی؟ آره. بیا همین رو با تو گرفتم دیگه. باید برم سهر رو برفت دره تو ماشین نشسته منتظرم. با سهر میمدی؟ آره. خب گفتم که با سهر مادم. خب ماشین همینجور گشته جلوی در؟ چیکار میکردم؟ خیلی خوب یه بار اینجا من جمع میکنم خدا. چرا؟ یه بار الان مانعی میاد میبینه باز دوباره دعوا میشه. بوی بیا برو تو. برو من جمع میکنم. هیولا که نیومده بچه‌مه. خیلی خوب باشه. تو برو استراحت کن. بیا سرپا با اینا. بابا اینا چیزی نیست من خودم جمع میکنم. برو بیا برو. تو برو من میام. بیا برو تو. کدوم دختره مامان؟ کدوم دختر؟ تو ماشین نشسته. سلام عرض کردیم. باشه تو ماشین نشسته بالا نیومده که. این زشته جلو بابات داری این حرف رو میزنی. بالا نیومده حرف ندارم. داره چی میگی ماما؟ اومده تو خونه. مامان بابات میخواسته اونو ببره سینما. مجبور شده یه سر بیاد خونه. بسه دیگه. خوبه دیگه سینما تقریبا اینجا. بسه. زشته این حرف رو داری میزنی. یه بار بشین اینجا من غذا بکشم غذا تو بخور. همش دنبال کارای خونه. نمیخوام. مانلی شر بخور. من دوست نداری.
هی بی خودی داری از سر من رو به هم میریزی. ببین تو اینطوری کنی داداش کوچیک تو سمت راحت میشه. بابا بیا دیگه بودو. بیا برام. بودو دیگه سینما دیر میشه. عشق من ببین من یه کاری برام پیش اومده. خب تو رو میذارم دم آژانس، تو آژانس برو، من شب میام دنبالت با هم میریم. خب قربونت برم. باشه بگو باشه چونه بابا بگو باشه. معذرت میخوام، ببخشید. یه کار برام پیش اومد دیگه، چیکار کنم عشق من؟ گریه نکنی، چشای خوشگله تو. بیا بیا خودت رو بگیر کار دستی تو. خب وسایلاشو بیا عشق من، بیا بهت پولم بدم، هرچی هم دوست داشتی برای خودت هم بخر. خب گریه نکن دیگه، ناراحت میشم. بیا بابا بگیرش بابایی، شام کارم زود تموم میشه، زود میام دنبالت. خب گریه نکن، موازه بهش تو دست و بالت نره. اون دو دختر گند زده به همه چی. ادای سرت بابا پیش میاد دیگه، نباید سر به سرش بذاری. پاتو بکش کنار. من سر به سرش نذاشتم امیر جان. تقصیر توی که اد ماشین رو پارک میکنی جلو در. چیکار میکردم؟ ماشینم رو تو کوچه پایین تر پارک میکردم. خب تو که میدونی این بچه حساسه. آره دو تا کوچه پایین تر پارک میکردم. من نمیتونستم دخترمو تنها بذارم تو کوچه پایین تر. تو باید بچه درست تربیت میکردی. تو بجن که بردارین این دو تا رو با هم ببرین سینما، من بعد بچه‌مو درست تربیت میکردم. من گفتم نمیبرمش. حالا مانلی اینجا نیستش، داری میگی داری طرفداریشو میکنی. من طرفداری چی رو میکنم؟ مگه تو طرفداری دخترتو نمیکنی؟ آقا راست میگی، ببخشید. آقا هم تو بخور، به خودت رحم نمیکنی، به بچه شکمت رحم کن. سلام مادر، خوبین؟ سحر رسید؟ نه آخه هرچی میگیرمش جواب نمیده گوشش. نه میدونم با امیره. آخه خیلی یهو عصبانی شدم باش بعد حرف زدم. بله میدونم. سلام. سلام. این حرفا چی میزنی مادر؟ غریبه که نیست، اول هر زندگی سختی داره تا بیفته رو قلدک. تو یه ذره کوتا بیا. چقدر دیگه کوتا بیام بابا جون؟ تو کوتا بیای اونم رو به راه میشه. چقدر تا که کی از فیلم فروشی نون در آورده که این سعید میخواد در بیاره؟ اون بنده خدا که هر کاری بوده کرده. بدبختی منم همینجاست. به مامانت زنگ بزن. ارزه انجام هیچ کاری رو نداره. بفرما.
عزیز جون نگاه کن لباسم چقدر قشنگه. الهی قربون خودت و لباسات برم مادر. به 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 چقدر خوشگله، هزار ماشاءالله. پشتتو بخون ببینم. وای وای چه کردی عزیز جون. زنگ بزن بابام بریم سینما دیگه. دکمش چرا بازه مامان جان؟ دکمشو ببن. به 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 چقدر عزیز جون. زنگ بزن به بابام دیگه. به بابا؟ آره. بابات خودش زنگ زد مادر جون. خب بعد گفتش که امروز یک کاری براش پیش اومده، گفت به سحر بکن بعدم میبرمش. امروز مثل که کار براش پیش اومده فداشم، گفت بعدم میبرمش. سحر جان، سحر. ای بابا سحر من، دخترم، الهی قربونه برم، الهی فدات بشم مادر. چرا گریه میکنی؟ دردت بزنه؟ الهی قربونت برم عزیزم، چرا گریه میکنی؟ خب سینما که گریه نداره، بعدم میاد میبرته. خب طوری نیست که. گریه نکن ماما جان، گریه نکن. آخه نیست. الهی فدات بشم. خب حالا بابات گرفتاره، من که نمردم، میخوای من ببرمه؟ ان‌شاءالله شما هم به شادی بپوشید. خواهش می‌کنم. قربونت. خدا حافظ. خدا حافظ. قربونت. خوش بگذره. مرسی. خواهش می‌کنم. چیه؟ این مردک برای چی دوباره اومده اینجا؟ کدوم مردک؟ همین مردک یارو برای چی دوباره اومده بود اینجا؟ کی الان؟ اسمشو نمی‌خوام بیارم. کیو اسمشو نمیگی؟ برای چی بلند شده اومده اینجا؟ خدا دست از سرم وردار، اومده بود دنبال دخترش دیگه. برای چی اینجا باید بیاد دنبال دخترش دیگه؟ کجا بره دنبال دخترش دیگه؟ اینجا بود سحر، اونم اومد دنبالش. برای چی سحر باید زنگ بزنه به باباش بیاد اینجا؟ برای اینکه من سرم شلوغه، حواسم به کارهای دیگه‌مه، اونم بچه‌ست. شما سرتون شلوغه، من اینجا آبرو ندارم. مگه ما با هم حرف نزدیم؟ اینجا رو حراج گذاشتین برای چی؟ بابا گیر سحری؟ بگو من برم دنبال زندگیم. ببین مینا جان، قربونت برم، من آبرو دارم توی این محل. کسی بیابرویی کرده؟ پس عباس آقا چی میگفت این مرد اومده بوده اینجا؟ این همه آدم میاد اینجا و میره، اونم این همه آدم میان اینجا یه وسیله ببرن، نمیان زندگی منو ببرن. ببین اون رفته دنبال زندگیش، تموم شد. تو ندیدیش، برو در وا کن. نه ندیدمش. شکریم مولا. شما بردینش؟ رو بمیرم برای شما هم که سخت بود که ببرینش. الان کجاست؟ کار دستشو درست کرد؟ دست شما درد نکنه مادر. چشم. رو چشم، فردا صبح خودم میام دنبالش. چشم مادر، چشم. قربونت برم. خداحافظ. خاله روزی 100 نفر میزنه تو سر من. بابا خسته شدم از این زندگی. بابا جان امیر رو ببینیم، درس عبرت بگیریم. صبح تا شب داره میدوه، کجا رو گرفته، چی کار کرده؟ هیچی به خدا خاله، هیچی. هیچی؟ اون فرق میکنه خاله، کاش یه دونه موی تو امیر تو تن این بود. بابا اینم جوونه، اول زندگیشه. کجا رنه این بود وقتی هم سن این بود؟ این اصلا کار کردن آرش میاد. خاله منم سن اونشم بنزید. سن اونشم بیار پایین ها. داد نزن جبه همسایه ها آبرومونو بردین بابا سرم رفت. خب تو مگه نمیدونی ترافیکی؟ زودتر حرکت میکردی. عجله کن مادر، زود باش. خداحافظ. عزیز جون چی شد؟ جونم بابات گفت پشت ترافیک موندم، الان میرسم، نگران نباش. اگر دیر کرد با سعید یه 5 دقیقه دیگه میفرستم. قربونت برم. باش. چقدر خوشگل شده این. آره عزیز جون خیلی خوشگل شد. دست در نخواه. جانم بله. سلام آقا، شما رسیدین؟
زنگ دوم نیست؟ خب پایینو بزن، زنگ پایینو بزن، حتما هست. در بزن، شاید برق رفته. ساعت هم بهت وقت داده. خیلی خوب، تو با آژانس برو، من میام دنبالت. دارم میگم میام دنبالت. خیلی خوب، خداحافظ. مادر جون، 2 دقیقه وای میستاد آسمون زمین نمیومد. توی مدرسه مگه چه خبر؟ حالا 2 دقیقه دیر میرفت. نمیشد مادر. چرا نمیشد؟ باید از طرف مدرسه میرفتن دیدن نیلوفر هم کلاسیش. دیرش میشد. نیلوفر چطوره؟ بهتره؟ شیمی درمانی میشه. اینقدر درد و مرض اومده که خدا میدونه. من خودم هم همجور دستم تیر میکشه. چشمام خوب نمیبینه. چرا مادر؟ مگه داروهاتون نمیخورین شما؟ چرا؟ داروهام هم میخورم. من حالا مهم نیستم. تو به فکر این بچه باش. دیشب دوباره تو خواب پاشده بود را افتاده بود. من این قرصای وامونده رو که میخورم خوابم سنگین میشه، این بچه پا میشه را میفته. میترسم آخر بره تو کوچه پس کوچه یه موتوری چیزی. خدا نکنه مادر، این حرفا چیه میزنی؟ خدا نکنه حرف مادر، بچه هست دیگه، بچه بزرگتر میخواد. خب این چیکار داریم میکنیم؟ خب ما داریم بزرگتری میکنیم دیگه، چیکار باید بکنیم؟ تو یه سینما دیشب نیومدی این بچه رو ببری؟ نتونستم دیگه مادر، من کار برام پیش اومد. خب این بچه حیبونی چشمش برام خوش شد، اینقدر ناراحت بود. خب دوستاشو میبینه با پدراشو میرن میان. آخه این چشم. با یه پیرزن توی این خونه این بچه دونش خرام شد، افزرده شد. میبرمش، قول میدی به من؟ میکنم. آره قول میدم مادر، حواسم هست بهش. دخترم مگه میشه بهش قول ندم؟ مگه میشه به شما قول ندم؟ بابا نگرانشم خودم، یه خورده کاروبارم زیاده، این چاپخونه کاغذها گرون شده، نگران اون بر هستم. من آفتاب لب بومم. خدا نکنه مادر. باید قول به من بدی که به این بچه برسی. قول دادم دیگه. چشم، شما نگران نباش، من وقتی حرف میزنم پای حرفم هستم. حالا زور برو در خونه نیلوفر، بهش گفتم بابات میاد دنبالت میارده. بچم از دلش در بیار، ساعت حدود 1 برو برش دار نهار بیان اینجا. سلام. مارو نخوره بذاری. احمد سلام، چطوری؟ خوبی؟ کجایی؟ من رفته بودم چیز کوچولی بخرم. خوب اینا رو چرا خاموشه؟ گوشی ما اصلا نبرده بودم. 10 بار بهت نگفتم مینا هر جا میری گوشی تو همراهت ببر؟ نه آخه دلم هزار راه میره مینا. به چند بار به 2 ساعت کارگر دمه در. ای دارم به من زنگ میزنه، من بوتیکو ول کردم اومدم. صبر کن. بیا بالا آقا بقیه‌اشو بیا ببینم. بخونم اینا. ای میگم زشته جوشون نخوره. من چی گفتم؟ سر من داد نزن. داده چی زدم؟ به حد کافی همه کارا رو من دارم هندل میکنم. به من زنگ زدن. این همه کار سر من ریخته. میخوام تو یه ذره منو درک کنی فقط. درک یه ذره. درک میکنم من. نه. دیروز بابت حرفای تو من با بچم دعوا کردم. با چه شگریون از این خونه رفته. حالا رفته بودم برش کادو بخرم. برم مدرسه از دلش در بیارم. قربونت برم، اینو از همون اول میگفتم. خودتو مگه میذاری آدم حرف بزنه؟ من برای خودش دارم میگم. 4 روز دیگه میخوام بریم، داریم میبینی بعضی من میگم اذیت میشه این بچه. میگم بذاری روز آخر با خیال راحت با بچه هم باش، اینقدر بهم گیر نده. من چیزی گفتم؟ موبایلت همراهت باش. خیلی خوب، تو همه رو به کار گرم. موبایلت همراهت باش. هم آقا یواشتر باش. همین خواستم. اصلا نباید به بهناز گل ما استرس وارد بشه. بابا خوبه همه چیز. اما که خطری نداره که. من که بهتون گفتم اگه استرس نداشته باشه نه خطر نداره. ببین قرص مدر رو بخورم دیگه. آره اشکال نداره. آره آره حتما بخوره. چون غذای اینا که چیز لازم نه بوده. همه چی خوبه، فقط استرس نداشته باشه. محیط خیلی آروم بکنه. مرسی. حتما. مرسی. لطفی قربونشون. دست درد نکنه. بفهم. خانم این راضی که هستی نزش؟ خیلی ماه، خیلی دختر ماه، خدا روش خوبونه دیگه بسیزه درمانان بچه بچه بوره دو بودو بسی تا خیلی صفت شاده بودم میدونم اینجا کبود نشد به توضیح میدم دیگه بزنیم بریم یه سر چاپ کنم. خداحافظ. خداحافظ. Thank you.
سلام نفس. اوه 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 او. چه کار دستی؟ چینج باحاله. یه خود درست کردی واقعا؟ آره من با هم بزرگ با هم درست خیلی کردی. خیلی خانم خیلی ازم تعریف باید هم تعریف کنه. خیلی چیز خوبیه، دمت گرم، عالیه. مامانت اینجا چیکار میکرد؟ اومده بود بهم کادو بده. باری کلا چی گرفته برات؟ نمیدونم بازش بکنم. بذار ببینیم چی گرفته مامان. وای چقدر قشنگه، نگاه کن. وای چه لباس خوشگلی. بازش کن ببینیم چیا داره توش. وا کن دیگه. وای چقدر قشنگه. اوه کلا هم داره که. کلا هم داره. بذار سرت ببینم. بذار سرت ببینم خوشگل میشی یا نه. چه جیگری شدی تو، قربونت برم من با این کلات. خانم محترم، آیا من منت شما رو بکشم، دست زیبای شما رو ببوسم، با من آشتی میکنید؟ باشه. ای جون قربونت برم. بابا یعنی میشه منت نیلوفرم بکشی تا خوب بشه؟ بابا من اگر قرار باشه خوب بشه منت اونم میکشم، ولی اونو خدا خوب میکنه خودش، تو نگران نباش عزیز دل من، انشالله خوب میشه. بابا لباسم خوشگله. ماه خیلی هم بهت میاد، قربون این ماه خوشگلت برم. بابا من بچه ها به خاطر اینکه نیلوفر قصه نخور میخواییم مامون رو کوتاه کنیم. من قربون اون معرفتتون برم. برو عشقم، برو سعید آمد. سلام خوشگله. سلام. سلام. کمکش کن سعید. چشم اون کره تعمیر کن کنه. برو پایین یه دونه ای دوتایی ستایی. برو برو قربونت برم. من بگیر. بابای منم میرم. بودو برو قربونت برم. آقا نوکرم میبرم. خیلی رو کردم. بابا جو چه کارو میبری نقدشون میکنی؟ شر درست نمیکنی؟ من آبرو دارم ها. من کارم فرهنگی آقا، کار شر نیستم. نمیخواد کار فرهنگی بکنی. یه گوشه کارو اینجا بگیر دستت، یواش یواش به زندگی برسی. من دختر خالم از سر را نیوردم دادم به تو. خدا. هر دفعه باید بیایم کلانتری برای سند بذاری. که منت سرم باشه. چه کاریه؟ بابا کوینتین تارنتینو هم همینجوری کارگردان شد. کیل بیل یکو درو ساخته. آدم نمیشی دیگه. نوکر تمام آقا فداتون. فکرتون. ببین تو من یه مقدار این روزا سرم خیلی شلوغه. بازار باشه آقا، بازار باشه. به سر و مادرم باشه. چش بابا اون که بود چشم بابا. سعید دارم رو حرف تو حساب میکنم. آقا رو حرف ما ایران حساب میکنن. آقا این حرفا چیه بابا؟ آقا قول دادم پول نمیخوام که. به تو نمیخوام بدم. به چی میخوادی؟ یه بگیر دستت لازمت میشه واسه خونه خرید مری بری انجام بدی. اون کرت هم آقا سری بیا. همیشه شما میرسید. اون کرت هم آقا الان میام. سعید کی؟ الان کجایی؟ علی مهران
خب آوردن شوک شده. این دکتر به من میگه که شوک شده. خب بچه هست یا همچین اتفاقی رو دیده شوک شده. چی رو هیچی میگه اینجا چون متخصص ندارن باید انتقالش بدیم یه جایی که متخصص داشته باشن بتونن بهش رسیدگی کنن. به خدا چیزی نیست. خب نکن دیگه. دیدی خودت که حالا خب احمد عزیز رفت. به لحاظ جسمی مشکلی ندارم خانم. کاری از دست ما ساخته نیست. شرایط به خاطر شوکی که دیشب بهش وارد شده. هیچ قرصی وجود نداره. این بچه یک کلمه حرف نمی‌زنه. اصلا تنهاش نذارید. سلام. برو تو اتاق من جون. برو. خوبی تو؟ آمیر جانم قربونت برم الهی. نمیدونی چقدر دلم میخواست بیام. گفتم با این وضعیت بیام اونجا باز حالم بد میشه. بار میشم رو دوشتو.
به حرفای من فکر کنین، جدی بگیرین. این بچه الان احتیاج به کمک داره. خدا نکرده الان حواستون بهش نباشه بعد پشیمون میشینا. میدونم عزادارین، سخته، ولی خودتون رو جلو اون کنترل کنین. این مشکی رو از تنتون در بیارین. چش بچه یه رنگ دیگه ای رو ببینه، یه ذره روحیش بهتر بشه. چشم. من میخوام مادرشم ببینم لطفا. دکتر میخواد با تو حرف بزنه. ببین دختر تو هیچ تصوری، هیچ تجسمی از زندگی خانوادگی، عواطف خانوادگی، اصلا پدر و مادر در کنار هم نداره. خب این بچه اصلا مشکل جسمی نداره، مشکلش زخمش رو روح و روانشه. بله دکتر گفت، ولی گفتم شاید مثلا یه داروی، یه قرصی وجود داشته باشه یه خورده در واقع جلو بندازه زبون باز کردنشو. ببین مثلا چون اصلا حرف نمیزنه. ببین منظورت اینه که مثلا یه قرصی باشه که بدی به بچه بخوره بعد دیگه پدر نخواد مثلا یا مادر نخواد؟ ها؟ آخه همچین قرصی وجود نداره. باید یه کاری بکنین، یه کمکی به خودتون و به این بچه بکنین که زودتر از این شوک بیاد بیرون. خب من چه کار میتونم بکنم؟ من میتونم بهت پیشنهاد بدم. ببین باید یه فضایی رو آماده کنین، این بچه شما دوتا رو کنار هم درک کنه. میخواین از این شوک بیاد بیرون دیگه، درسته؟ وقتی میخواین باید یه تصویری رو بسازین، این خانواده ببینه، عاطفه خانوادگی ببینه. خب اون مادر بزرگش کنارش بوده، خیلی هم رابطه خوبی داری. میگی مادر بزرگ؟ خب مادر بزرگ که مادر نیست، پدر نیست. خب این شکل رو باید بسازین، این شکل رو باید بسازین. مثلا نمیدونم، مثلا اگه من بودم واقعا گفتم مثلا یه سفر برین ستایی با هم دیگه، کنار هم یه سفر برین. ببینین موقعیتی که الان من دارم اصلا چنین اجازه نمیده، یعنی درخواستی که داره میکنه خیلی درخواست غیر منطقیه. من نمیگم برگرد، منطقی فقط به من بگیم. من نمیگم برگرد دوباره با اون مرد زندگی کن، اصلا اونش به من ربطی نداره، تو خودت میدونی و زندگی خودت. من میگم این شکل شده نمایشی، بسازین که این بچه نجات پیدا کنه. ها من میگم این بچه باید از شوک بیاد بیرون و شما باید بهش کمک کنید. نه کنه. این یه چیزایی واقعا آخه امکان پذیر نیست. من اینکه بخوام چیز کنم، یعنی بخوام با این آدم ستایی بریم مسافرت، خب چه اشکالی داره؟ نه این واقعا امکان پذیر نیست دکتر. اگه فکر میکنین راه دیگه ای نیست، نمیدونم واقعا چی. یعنی چون... ببین این به من گوش کن، بچه تو هست یا نه؟ میخوای خوب بشه یا نه؟ خب یه وقتی آدم مجبوره یه کاری رو بکنه که دلش نمیخواد به خاطر بچه‌اش. همه کردم. نه من زندگی اون طرف هم اصلا این اجازه رو بهم نمیده. زندگی اون طرف در اون مهمتر از بچه. نه میخوام بگم زندگی مثلا کلن از هم میپاشه. هیچ راه دیگه الان واقعا وجود نداره برای نجات این بچه. من پیشنهاد دادم، گفتم سفر. تو شرایط زندگی تو در نظر بگیر، ببین چه کار باید بگیر. من فقط پیشنهاد دادم. واقعا چیز دیگه به نظرم نمیرسه. و فقط یه چیزی بهت بگم، دیگه این بچه رو بر نمیگردونین تو اون خونه، خونه مادر بزرگش، جایی که مرگ و اولین بار احساس کرده، از دست دادن عزیز و درک کرده، دیگه برش نمیگردون اونجا. جونم بابایی چی شد؟ بابایی خواب دیدی؟ خواب دیدی قربونت برم؟ بگو بابا حرف بزن. بری بابا حرف بزن. بابایی حرف بزن، چی میخواد؟ بگو گریه نکن. خب بگو چی میخوای بابا؟ بگو هر چی بخوای برات میارم، هر چی بخوای بگو بابایی. میتونی حرف بزنی؟ حرف بزن چی میخوای بابا؟ مگه مرده؟ هر چی بخوای برات میارم. خب بابایی بگو. بابا بگو چی میخوای؟ بگو چونه بابا؟ بگو گریه نکن. خب بگو، فقط بگو بابایی، بگو حرف بزن دیگه بابا. حرف بزن. میمیره بابا حرف بزنی میمیره. خب نمیتونی بگی باشه، بذار من برات کار. بیا بابا بیا بنویس برای بابا. برای بابا بنویس چی میخوای؟ هر چی بخوای. من مردم مگه؟ برات میگیرم. بیا بنویس چی میخوای، بنویس بابا.
عزیز جون رو بخوای. عزیز جون، عزیز جون همینجاست بابای، همینجاست بابای، عزیز جون به خدا همینجاست، داره میبینه بارو بابای، به خدا همینجاست عزیز جون. گریه نکن، بزرگ شدی دیگه خانم شدی، خانم که گریه نمی کنی که بابای، گریه نکن. سهر خوبه؟ باباش پیشش مونده نه؟ تو خب به خیر گذاشت، هر اتفاقی میتونست بیفته، خدا رو شکر اتفاق بدی بود ولی آخرش ختم به خیر شد. خیلی نیست که اینو. نه خب منظورم اینه که تا وقتی ایرانیم نگهش میداریم، دورش میگردیم، این چشمون میذاریمش، اصلا مشکل نداره که، وقتی هم خواستیم بریم میذاریمش پیش باباش. دکتر یه پیشنهادایی داشت. مثلا چی؟ مثلا میگه که من و امیر یعنی با امیر و بچه احمد احمد عزیزم، من دستم بنده، زنگ میزنم. باباش اومد میام دیگه. خیلی خوب، خیلی خوب، خدافظ. میخوام یه دقیقه باش حرف بزنم. ببین حق نداره واسه من تعیین تکلیف بکنه. من نمیفهمم، مگه من مردم کسی بخواد واسه من و دخترم تعیین تکلیف بکنه؟ آه، فقط بچه تو حساسه؟ بچه من که گوشه بیمارستان حساس نیست؟ ما قبلا راجع به این چیزا حرف زدیم. قبلا فرق میکرد، الان موقعیت عوض شده، خیلی فرق میکرد. فرقش چیه؟ قبلا مینا نبود، الان مینا خانمون بیرون پرت میکنه، دادتو میاری تو خونه. خجالت بکش، شرم کن، حیا کن، مینا مادر اون بچه هست. آره الان معنی مادرم هم فهمیدم. چی مگه؟ چشه؟ به تو ربطی نداره، به تو ربطی نداره. خب ربط نداره، داد نزن. الان کجا داری میری؟ دارم میرم با دوستان بیرون، دارم میرم سینما، میرم پارک بگردم. فقط یه چیزی، من دستمو گرفتم برم شمال، میای؟ شوک وارد شده دیگه، ایشالله خوب بشه. نگفتن تا که میمونه اینجا. معلوم نیست حالا. بچه ها دوست داشتن بیان ببینن. از شما درد نکنم. بچه ها مرسی که اومدی. از شما درد نکنم. الان خوابیده، باید استراحت کنه. خوب که شد همه تو میای خونه ما. خب؟ مرسی. کی بیمارستانه؟ امیر. خب اون هست، تو دیگه کجا میخوا بری؟ اون جای خودش هست، منم جای خودم میرم. مینا داری خرابش میکنی ها؟ مینا ما با هم حرف زدیم، قرار ازدواج گذاشتیم، نامزد کردیم، چرا باید زندگی گذشتت سایه بندازه رو همه چیز؟ قربونت برم، اشتباهه به خودم. احمد یه دقیقه بایسا، ببین من این بچه رو از خدا دارم، یه معامله یه بین من و خودش،
نمیتونم این معامله رو به هم بزنم. خیلی خوب. یه کارایی هست که من باید انجام بدم، گفتم من بهت. باشه، آره تو به من گفتی. من فکرامو کردم مینا جان. من فکرامو کردم قربون. هر چی گفتی من فکرامو کردم. تو خودتو بذار جای من. من جای تو جواب نیستم. هزار نفر رو باید بدم. تو جای من نیستی ولی نه زندگی نیست. منم هست. تو بگو من چیکار مگه میشه آخه؟ من نمیدونم چیکار باید بکنم. مرسی خانم. زحمت کشید. گرگی آوردن. هم کلاسی هاشون آدم دیدشون؟ نه خواب بود. چی شد؟ من برم کارام انجام بدن بیام. تو کاری نداری بیرون خریدی چیزی؟ نه فقط چیز کن دیگه، یه سری وسیله بیار بر بچه. این چیزی هم اگه خودم بزنم رسید که هم بزنم. جمعه بود که داری میری؟ نمیدونم میشه هر روزی برم، برای خودم هم خوبه، یه خود آقارو میشه. من نگران بچه هم با این وضعیت تو این حال اوضاع. تا همین زود برمیگردم. تو این چند روز که اتفاقی نمیفته بناز. بهناز جان یه چند روز من مهلت بده، خواهش میکنم. مواظب زهر باش. مواظب بچه باش. خب بگو که خیال من راحت شه. خب راحت بگم خب. آره ها، 10 بار گفتم خودتو بذار جای من. 5 سال برای این سفر بدبختی کشیدم، حالا همین راحتی بگم نمیرم. نمیشه. نمیرم یعنی دیگه از همین الان منو گذاشتی کنار دیگه؟ من تو رو شد نمیرم کنار. من الان تو رو گذاشتم کنار دارم میرم. بابا دمت گرم دیگه. تو داری اگه تو 5 سال برای این سفر زحمت کشیدی، منم 3 سال زحمت کشیدم. خب کشیدی. خب الان انتظار دارم منو درک کنی. انتظار چی داری؟ خب یه اتفاقی که افتاده بکنم. اتفاق به من چه مربوطه؟ خب اون بچه الان مریضه، شرایط بحرانیه. باشه، به تو چه مربوطه؟ یعنی چی من مادرشم؟ یعنی چی به تو چه مربوطه؟ نه میدونم مادرشی. میگم الان امیر کجای این قصه است؟ امیر چی میگه این وسط؟ امیر هیچ جای این قصه نیست، به خدا نیست. الان سحر مهمه. بی خودی داره بلند میشه میاد. خب سحر برات مهم بود اون موقع که اینجا نبودیم، با هم وارد این زندگی نشده بودیم. مادرانه من دارم میگم چرا اینقدر غیر منطقی تو؟ چه من غیر منطقی ام؟ اتفاق یهو افتاده. آخه یه خورده منو درک کن. میشه آره. من نمیتونم این بچه رو اینجوری ول کنم. ولش نکن. من گفتم ولش کن. احمد من نگاه کن. تو چشای من نگاه کن. بیا کنم میخوام اونها رو جمع. بگو جون مینا نگاه کن. نقطه ضعف داری. بگو بیا بگو. من به امیر بر نمیگردم. اگه میخواستم باش بمونم اصلا جدا نمیشم. تو رو خدا اینو بفهم. الان اگه من بگم نرو نمیری؟ ای من بگم نرو نمیری مینا؟
دو روز فقط به خاطر این بچه مریض. من بگم نرو نمیری تو اینو بگو. بگم نرو نمیری؟ من اگه اینجوری با تو بیام یه تیکه از جونم اینجا میمونه. دروغشو بگو. دروغی بگو نمیرم. خود نمیتونم دروغ بگم. به خدا یه تیکه از جونم اینجا من چه انتظاری؟ من الان چی کار بکنم اینا؟ همیشه فکر میکنم اون کاری که میشده برای بچه‌ام بکنم نکردم. یه آدم معذب مریضم که با تو میاد. اونجوری بهتره؟ من الان چی کار بکنم؟ الان فقط من بگو خب بذار با خیال راحت برم. تو رو خدا اذیتم نکن. جان مادرت گیری نکن. دوست داره ترش دیگه؟ زغالخته هم داره. آره بردار حالا. کدومو؟ میخوره دیگه. فکر کنم همون زغالخته. جواب نمیدی؟ ماشهیر. من که دوستم. اگه تو دوست داری بردار من. نه آره میباره ضرر نداره بگیریم. جواب بده دیگه. چرا جواب نمیدی؟ به این واسه میخوام دیگه سر باشرف بزنم. از این کنفلکس هم بذار. خب کدوم؟ همون برای حیبت مامی از اینا. حالش چطوری؟ خوبه. چایی؟ نه از اینا برای چه فرقی میکنه؟ اینا مارک بهترش هم هست. حالا بعد از اون بر وقت بچه که دنیا میاد؟ آبه ماه دیگه اینشالا دنیا میاد. تو چی؟ چی؟ میگم شما برنامه‌تون چیه؟ داریم میریم دیگه. اگر البته همه چی خوب باشه درست باشه. عشق من عشق من اینو دوست داشتی؟ بذار بگیرم براش شیر تازه هم بردارم. خواستات رسیدیم؟ اون چیزایی که میخواستی آرزوشو داشتیم؟ میرسم انشالله. نوشابه هم بردارم؟ بردارم هم کوچیک بردار. خب از هر کدوم سه تا بردار. نه باش چه فرقی میکنه؟ نه هیچی. نه میگم از این هم سه تا کنم. احمده ببخشید. الو جانم نه یه دقیقه وایسه کلید بگیرم. مگه به تو نمیگه برو عقب برو عقب. آخری من میگم یه لحظه دیگه. آقا جان
ای بابا. ای چیزی نیست مامان جان، چیزی نیست قربونت برم. چیزی نیست عشقم، نترس نترس. آقا اینم کلید اون یکی بیلات دست شما درد نکنه. من در هر صورت بابت این وضعیتی که پیش اومد واسهتون عذرخواهی میکنم. نه بابا پیش بیاد دیگه، فردا صبح هم از طریق مدیریت این مسئله رو پیگیری کنم. امری چیزی کاری کنم. قربون شما، شبتون بخیر. اگه امری داشتین پس تماس بگیرین، در خدمتتون هستم. بازم عذرخواهی میکنم. اینو کجا بذارم؟ جان خودم میذارم، مرسی سبکی. جونشو با این کار دستی واضح باشه. میدونم، خیالم راحت باشه. کارا دیگه تو مواظب خودت باشم، بعد سر هر چیز کوچولو هرس نخور. خیلی خوب، کاری نداری؟ کدومی؟ مهمی همین این بزرگی کاری داشتی خبرم کنم. تو که نمی اومدی؟ نه میرم یه قدمی بزنم. سلام، قربونت برم. خوبی؟ گوشی میدی مامان؟ نه نه بیدارش نکن، بیدارش نکن، بذار بخوابه. چه خبر؟ اتفاقی که نیفتاد. خب خدا رو شکر، منم میام. عشق من میام، کارم تموم بشه میام. اینجا فقط خوب آنتن نمیده، من خودم زنگ میزنم به مامان. اون برای خودش جدا ویلا گرفته. من با تو حرف زدم، تو گفتی اشکال نداره. الان تو رو خدا پیله نکن دیگه، اذیت نکن تو رو خدا. اونم مشکلای خودشو داره دیگه. تو این چند وقت ببین چقدر بلا سر. چی؟ نمیدونم، گمونم اصلا به بهناز نگفته. حس میکنم، نمیدونم، به من که نمیگه. حس میکنم به بهناز نگفته. چی؟ سرنیز یعنی چی نیست؟ یعنی چی خوابم بود؟ مگه نگفتی مواظب بشم؟ مگه تو نگفتی مواظب بشم؟ سرنیز بابا بیا بیا سهر، سهر بابا، سهر، سهر، سهر. میگه از در بیرون نرفته، بیاریم در ساحل. بودا بیا در ساحل. سهر، امیر کجاست؟ سفر کاری براش پیش اومده، یکی دورت رفته مسافر. خیلی وقتشه. الان کی پیشته؟ دست مانلی پیشم هست. مانلی؟ اون بچه هست، وضعیت تو خطرناکه، ممکنه به عمل احتیاج پیدا کنی. آی تو بی خود داری شلوغش میکنی، این راه طوری نشده که چیزی نیست. هیچ وقت به حرف آدم گوش نمیدی. تو بچه اول تو سزارین کردی، الان ممکنه که برات مشکلی پیش بیاد. حتما باید یکی پیشت باشه. خیلی خوب بابا جان، یه زنگ میزنم یکی میاد پیشم، نگران نباش. خودت میدونی. دقیقا یادم نمیاد چیزی گفت یا نگفت، شاید هم گفته،
همش یه استرس داشتم بیادم نمیاد دقیقاً، ببخشید. یعنی شما میگید همچین اتفاقی نباید میافتاده؟ خیلی از بچه‌ها تو خواب را میرن. بله چشم. نه 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 متوجه هم، قضیه دیشب کاملا اتفاقی بود، مواظبش هستم. بله چشم، ممنون. چی میگه؟ میگه خیلی بیشتر از این شوخیه باید مواظبش باشید. یعنی چی مواظبش هستیم؟ درمانش چی؟ مواظبش نبودیم، اگه مواظبش بودیم که نباید بچه را میفتاد میرفت. جسد یه نفر رو تو ساحل پیدا کردم. وای نه تو رو. چرا؟ به ما ربطی نداره که. اینا کارشون اینه. خب باید بیان تحقیق کنم ببینن کیا اینجا بودن کیا نبودن. به ما ارتباطی نداره اصلا. چرا نگران میشی؟ خب الان هم چیکار باید بکنیم؟ کاری نباید بکنیم که میریم تو ویلا دید. آقا گفتن که آره حالا یه سری تحقیقات داریم ما انجام بدیم. چرا نگران؟ میخوای اینجا نمونی؟ نه بابا جان، چرا اینجوری میکنی؟ اتفاقی نیفتاد، به ما ارتباطی نداره. همینجا یعنی همینجا تو ساحل ما؟ آره همینجا. پیش میاد دیگه، این دریا این مدلیه دیگه. بریم. نمی‌کنی، من تجربه دارم، رفتم تهشو در آوردم. تو تنها نیستی تو. بابا من گیر افتادم، من دوستش دارم. صحبت کن، مشتری تو مغازه است، میزنم تو گوشت. تو خدا عشق منه، قربونش برم. بهتر شده نه؟ نمیدونم، میشنوی صدا منو؟ نه بابا، عاشق این موسیقی که تو گوششه. نمیشنوی؟ آره قربونش برم. چیکار کنیم حالا؟ چیکار کنیم؟ گم هیچ تغییری نمی کنه این بچه. خب باید یه خورده صبوری کنیم دیگه. ها؟ باید یه خورده صبور باشیم دیگه. یک دو هفته باید صبر کنیم ببینیم چی پیش میاد. خیلی بده که چی چاره ای نداریم. من هیچ کاری از دست ما بر نمیاد که بچه زودتر حالش خوب شه. زودتر که باید دکتر گفته باید یه دو هفته بالا سرش وایسیم آروم که شد، بعد یواش یواش. دو هفته که من نمیتونم وایسم آخه. یعنی چی؟ تو که وضعیت زندگی منو میدونی که من چجوری میتونم دو هفته وایسم. یعنی نمیخوای وایسی؟ میگم نمیخوام وایسم، میگم که میدونم کل... مادر بودنت فقط همین یکی دو روزه بود، نه تمام ادای مادر خوب و در آوردن و اینا همین یکی دو روزه. لطفاً تو یکی ادای پدر خوبو الان در نیار. من ادای پدر خوبو در نمیارم. آره. ولی انقدر معرفت دارم که به خاطر بچه‌م وایسم. نه، اگه پدر خوبی بودی اصلا تنهاش نمیذاشتی. نه که تو تنهاش نذاشتی. انقدر چیکار کردی؟ زندگی تو انقدر پول برات مهم بود که برای تو چی؟ بچه رو ول کردی بره خونه مادرت، فکر کردی الان داری شغل قمر میکنی. تو چی کار کردی؟ تو مثلا میخوای بری خارج از کشور داری شغل قمر میکنی؟ فکر میکنی اون برام خبریه؟ نه منم مثل تو میرم دنبال آرزوام. مگه تو نرفتی؟ من دنبال آرزوام نرفتم، تو منو مجبور کردی. من تو رو مجبور کردم بری دنبال آرزوات؟ تو فکر میکنی که مثلا آینده چیه؟ این آینده گندی که داری الان میبینی همون آرزوهایی بود که دیروز داشتی. یه ذره به من فکر نکردی تو همه این زندگی. تو فکر کردی به من؟ حتی یه بار تو به ما فکر کردی. اصلا الان منو ولش کن، به بچه‌ت داری فکر میکنی الان همین الانش داری به فکر اینی که من نمیتونم بمونم. این حرف یعنی چی؟ به بچه‌م هم دارم فکر میکنم، ولی میخوام تو دنبال چاره بگردی. من دارم تمام سعی خودم رو میکنم. چه سعی میکنی؟ از اولی که اومدیم اینجا که دم در شروع کردی دعوا کردن و یقه گرفتن. من دعوا کردم؟ یه ذره ملاحظه اعصاب من این بچه رو از اول نکردی. من دعوا کردم؟ پس چی دعوا کردی؟ الان دنبال بهونه داری میگردی؟ تنش شده از زنی زندگی. الان تو میخوای ول کنی بری دنبال بهانه داری میگردی که من دم در دعوا کردم. میخوام بگم که من و تو اگه هر کاری قرارو بکنیم بالاخره باید
خب باید ببین ماجرا رو درست کنیم. ما باید دو هفته صبر کنیم ببینیم چی پیش میاد. بچه باید آروم بشه. اینو متوجهی؟ بچه باید آروم بشه. همه چیز باید خوب بشه. منم هزار تا مشکل دارم. یکی ندونه خودت میدونی که من اصلا این بچه رو نمیخواستم. چیکار کنیم الان؟ میخوای الان بزنیم بکشیمش؟ نه خیلی میخوام بکشیمش. فقط میخوام بدونی که مسئولیت تو خیلی بیشتره. نه تو هم مسئولیت داری. نه الان بچه دار بشه خیلی زندگیمون بهتر میشه. مادرای مهربون، ادای مادرای مهربون لطفا در نیار برای من. من ادای مادر مهربون در میارم. ادای مادر مهربون در میاری. مامانجا مامانا تو یکم چی شد؟ چی شد عشق قشنگ؟ عشق من اینو دوست نداری؟ چرا بابا این عاشق این آهنگ منو آوردمش اول که همینو گوش کنه. قطع امیر خاموش قربونت برم من عزیز دل همه بابا داشتیم ما هم شوخی میکردیم داشتیم درد دل میکردیم چند وقت بود با هم حرف نزده بودیم گفتیم الان قربونت برم من عزیزم. الو سلام مانلی خانوم خوبین شما؟ مامان هستن؟ بابا هم هنوز از مسافرت نیومدن؟ من احمد هستم. احمد خودشون میشناسن. نیومدن. مرسی. خدافظ. چه این کارو با من میکنی زهر؟ نگام کن. من نگاه کن مامان. منو نگاه کن مامان. میگم نگام کن. بسه دیگه. هر چی میخوای بگو. بگو مامان اینو میخوام، اونو میخوام. دهنتو باز کن، حرف بزن با من. همینجوری فقط داری نگاه میکنی. برای چی اصلا دستو کیف من کردی؟ چرا قیچو برداشتی؟ نگام کن. ببین چی؟ مینا. مینا اینجاییم. درستش میکنم قربونه برم برات. درستش میکنم عزیز دلم. عزیز دلم گوش کن یه دقیقه برم ببینم مانکی چی گفت دقیقا؟ بگو یه بار دیگه. گفتش که مامان از خونه هست. گفتم نخوابیده. خب باز بگم. خب دیگه چی گفت؟ گفتش که امیر از مسافرت مده. گفتم نه. چند بار میپرسیدی مامان؟ کاش منو بیدار میکردی مادر. من خودت نگفتی هر کی زنگ زد بیدارم نکن؟ چرا؟ شما اونجا چیکار میکرد؟ عرض کنم خدمت شما که ماجراش طولانیه. بچه من یه مشکلی الان داره. دیشب تو خواب شروع کرد راه رفتن. ما رفتیم از کنار ساحل بیاریمش. من باید دخترتون ببینم. جناب سروان این چه حرفی شما داری میزنی؟ مشتبه دوست خود من بودم بیام بکشمش.
فعلا تنها مزنون ما شما هستید. نه عزیز من، تنها جناب سربا این خانم کوچولو هم بودن یادته؟ مزنونه یعنی بچه من؟ لب آب وایساده بود جناب سربان، بهش گفتم یادت نیست؟ بگو بهشون گفتم نه هر روز جلوتر غرق میشی. توضیح دادم گفتم این بچه نمیتونه حرف بزنه. ترسید. بچه من اگر چیزی میتونست بهت میگفت واسه چی میرسم تو بچه من؟ جناب سروان آقا من دوست ندارم بری سمت بچه‌ها. این دختر موهاش بلند بود، موهاش کوتاه کرد، کجا برای دستش با پدرش میخواسته نباشه. بچه مگه بعد از شما من به شما چه ربطی داره؟ ربطی به من نداره. کوتاه کنه به شما چه ربطی داره؟ از شبی که اومد برای ما خط و نشون کشید. مشتبه رو اصلا ایشون تهدید کرد. چرا داری جافسازی میکنی؟ اون یه درگیری نفسی بوده. جناب سروان من از خودش شکایت دارم. صدا تو بیار پایین، بچه‌ام ترسید. میام صدا تو بیار پایین. جناب سروان من این مسئله خدمتتون عرض کنم. اگه این بچه مشکلی نداشتن موشو کوتاه نمی‌کردن. به شما چه ربطی داره؟ این دختر تا اینجا مو داشت. برای چی اصلا ما رو آوردین اینجا؟ ببخشید. میگم دست بچه من نزن. بچه‌ مریض بوده برش داشتیم آوردیم اینجا. الان واقعا من خودم شکایت می‌کنم. میگم صدا تو بیار پایین. اینا دستشون با هم توی کاسه. کی دستش توی کاسه است؟ ما در خدمت شما، چیکار باید بکنیم؟ زندان باید بریم، چیکار باید بکنیم؟ من اجازه میدم. ای بابا، دخترم، عمو جون، حرف ما رو باور نمی‌کنه. دختر گلم حاجا بفر، میگم بچه من مشکل داره واسه حرف زدن، ما به خاطر همین اومدیم شمال. نمیتونه حرف بزنه. علتی که حرف نمیزنه چیه؟ علتش من با الان توضیح بدم خدمت شما. الان اجازه میدیم من دست زن بچه‌مو بگیرم بریم بیرون؟ ما اومدیم هواخوری، به خاطر همین بچه‌ام اومدیم. بفهمید، ولی خواهشم اینه که هر جا تشریف میبرید ما رو در جریان بگذارید. تشکر میکنم. فعلا خداحافظ. با اجازه. منلی مامان بشین تو ماشین. کجا بیای؟ میگم یه دقیقه بشین تو ماشین، الان منم میام. نه پایینا. یه جوری هم با شما کارگریم دیگه. واسه ما یه چیز تهش بمونه. نه انشالله که بمونه. خوبش هم میمونه. صحبت هم میکنم. احمد آقا سلام. سلام علیکم. احوال شما چطوره؟ خوبه. خوبی شما. قربان شما. مرسی. شما خوبی؟ خوبی شما. مرسی مامان. ببخشید من مزاحم شدم. مبارک باشه. قربونتون. مرسی. خواستم ببینم که از امیر شما خبر دارین؟ زنگ زده بودین خونه من. بله. گفتم شاید خبری از امیر داشته باشین. چیزی با چه خبری؟ من ازش ندارم. خواستم ببینم که چیزی با مینا خانم رفتن چیز دیگه. شما با مینا رفتی شما؟ بله. یعنی الان با هم دوتایی شما الان؟ دوتا رفتن شما. بله. پس چرا چیزی من گفته بود؟ الان مشکل دارم. نه نه نه. آی. بهناز خانم. اه دختر خانم، مثل که حالا مامانت بد شد. چی شد؟ مامان! بشیم اینجا. هیچی نیست. مامان! مامان خوبی؟ هیچی نیست. هیچی نیست. مامان! بری کوها رو ببین مامان. تو کجا داری میری مامان؟ شبا اینجا یه حیوانای بامزه میان تو این جنگلا. خیلی هم برای چی سر بچه داری داد میزنی؟ یاد گرفته آخه جیغ زیاد میزنه. تلفنت نمیگیری چرا سر بچه من داری داد میزنی؟ خیلی خوبه، حالا تو هم بچه من شد. بچه تو وقتی که ولش کردی بچه تو نبود. الان چه وقتی که آواره خیابون میشد همینجوری جیغ میزد بچه تو نبود. الان چه ربطی به این حرفا داره؟ دارم میگم بچه خب ترسیده، چرا تلفنت نمیگیری چرا سر بچه من داری داد میزنی؟ خیلی خوب، بس تو هم بچه من، بچه من. هی من هیچی نمیگم بهش. ای خوابی کشیدم، اعصاب ندارم این روزا. ما خوب خوابیدیم؟ مثل که تو متوجه نیستی؟ خیلی خوب. ای بابا من داغدارم، مادرم مرده باشدم، اومدم اینجا هیچ بهت نمیگم. حرف نزن. با من اینجوری حرف نزن. من و شما الان نسبتی با هم دیگه نداریم. یادت نره به خاطر چی اینجاییم. وضعیتتون اصلا مناسب نیست. اگه میتونید با همسرتون تماس بگیرید که چون رضایتش لازم. گریه نکن، یه زنگ بزن از تو گوشیم. شما رو خاله الهه رو پیدا کن، یه زنگ بزن به امین. مامان من میدرسم. الو جونم، چیزی نیست قربونت برم.
چی؟ ساعت تا چمدان راه میفتیم نگاه کن. چه؟ همه اینا هم همجوری هم وایس دادن وسط زمین و هوا. حالا میتونه حرف بزنه؟ گوشی بده بهش. الو. دریا رو ببین الو. الو. لعنتی. چیه چی شده؟ هیچی. یعنی چی چی؟ این لعنتی چرا راه نمیفته؟ راه میفته الان. راه میفته. خدای من. خدای من. وای نفسم داره برمیاد. در راه بیفت. وایس من نفسم داره میگیره. نفسم داره میگیره. کی بود؟ بابا هیچکی نبود. پس چرا اینجوری شدی؟ هیچجوری نشدم. من باید برم تهران. بری تهران؟ من باید امشب برم تهران حتما هر جوری شده باید برم تهران. کنیم شما تهران. یه شب میمونید اینجا من میرم برمیگردم. من این بچه یه شب اینجا میمونی منم باید برم تهران. منم هزار تا کار دارم. ببین به خدا زندگیم پر از استرس. هیچ اتفاقی نمیفته. شما یه شب میمونید من میرم تهران برمیگردم. منم کار دارم. تا این بچه حالش خوب بشه ببینیم چیکار باید بکنیم. من تنهایی نمیتونم مراقبت کنم. اذیت نکن. یعنی چی نمیتونم مراقبت کنم؟ مثلا نمیتونم اینو بگیرم بهش بگم الان کجایمونم نگرانه. آخه چی داری میگی واسه؟ ما الان داریم میریم. اینو قبلا بهت گفتم. گفتم ما بلیتمون آماده است. خیلی خوب. خیلی خوب. الو 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 الو. الو جونم. من دارم میرم. مامان بیا بغلم. جونم. بیا قربونت. خوبی بناز جون. چی شد؟ جونم خوشگله ببین. چی؟ چقدر قشنگه. چی گفته؟ بناز جان من امشب حتما خودمو میرسونم تهران. تو باید چیزی به من بگو چی بهت گفت؟ چی به تو گفته؟ الو بناز من همه رو به توضیح میدم. الو چی؟ تو گفتی؟ تو به زنت نگفتی با من اومدی نه؟ همیشه همینجوری و همین راحتی ایجاد مشکل میکنی، مسئله درست میکنی. این هم از زندگی جدیدت. همینه دیگه، همینی هستن. قربونت برم، بابا تو بشناس. بابا تو بشناس، میخواد الان ما رو تو این موقعیت ول کنه، به فکر شما نیست. الان دیگه دلش و روحش و همه چیز دیگه بچم نیست. خجالت الان بکش. بچم اونجاست. خجالت بکش. گفتم فقط یه شب. بشناس. مامان تو بشناس. بابا تو برای چی عصبانیه؟ فهمیدی سر چی واسه داد میزنه، داد و بیداد میکنه؟ میدونی چرا؟ چون میخواد بره ولت کنه. میخواد دیگه ولت کنه به امان خدا. آره. بشناس مامان تو. بشناس مامان. بشناس. مامان جان، بابا تو بشناس. شما رو کی ول کرد؟ شما رو کی ول کرد؟ کی گفت من بچه رو بزرگ میکنم بعد ولت کرد با مادر بزرگت زندگی کنی؟ کی این کارو کرد؟ من شما رو ول کردم یا بابا؟ خانم دکتر شما که وضعیت رو بهتر میدونین. زیاد حال روزش مناسب نیست. البته یه سری آزمایش هم انجام دادیم میخوام خودتونم نگاه کنین. اما احتیاج به رضایت همسرش داریم باید سزاری هم بشه. خانم دکتر جانم منتظر شما. متشکرم. با اجازه خانم دکتر. سلام وقتتون بخیر جناب مهدی. سلام. مهمونتون تشریف آوردن. مهمون من؟ بله قربان. داخل پذیرش منتظرتون هستم. چیزی بفرمایید زنجیر رو بندازم. منتظر کسی بودی؟ من نه. احمد. سلام. چرا الان؟ تو موقعیت من رو نمیفهمی. من این همه با تو حرف زدم. بهت گفتم فقط دو روز به من مهلت بده. گفتی خیلی خوب کنم. مینا جان کن بده. چرا باید این کارو بکنم؟ من با تو حرف زدم. چرا باید اینجا باشه؟ خب تو من گفتی باشه. گفتم شرایط من الان شرایط بدیه. تو شرایط من نمیدی چی جوریه مینا؟ باشه خب من همه اونا رو جمع کن بریم. گفتم فقط به من باشه جمع کن بریم. خیلی خب باشه الان واقعا جمع کن. آره همین الان جمع کن بریم. اما دیگه فکر کنم یه خود منزده باشه. جمع کن بریم مینا. آقا همین اجازه است ما بریم جمع کنیم بریم. خیلی خوب.
یه دقیقه هوای این بچه رو داشته باش من حرف بزنم. میشناسی احمدو که؟ یه دقیقه هوای این بچه رو داشته باش. سهر رو نگه دار. بگم به احمد بگو یه کارش دارم. چی کارش داری؟ خواهم خودش حرف بزن. ببین اگه فکر میکنی میتونی رازش کنی بمونه نمیتونی. الان تو ساعت رو اونجا بی خودی با من بحث میکنی سره یه بریم بریم. بالاخره اونم مرده دیگه. بگو بیاد. ازت خواهش میکنم. امیر تو چی چی از زندگی من میخوای؟ من چی کار باید بکنم برای تو؟ ببین من داستان تو اینجا رسوندم. داستان چیه تو اینجا رسوندم؟ چیه تموم کنم؟ امیر من باید برم تهران فردا صبح برمیگردم. به من چه امیر؟ به من چه؟ روزگار منو میبینی؟ من تازه شروع زندگی میخواید سرم میخواید؟ بهناز بیمارستانه. خب اگه من نرسم ممکنه هزار تا اتفاق بیفته. ازت خواهش میکنم اینا همه مال توه. من زندگی من چی میشه؟ تو همش داری خودتو میگی. میگه بهناز بیمارستان مال علی سحر. من حرفت تو رو قبول دارم. باش من باشه. ببین الان مالگی هست، یه بچه دیگه داره میاد، سحر هم هست. بابا این بچه من نباید تاوان بده. احمد بیمرفت تو صبح من چرا تاوان بدم؟ امیر من اصلا بچه نده. من زندگی من سوختم امیر. میخوای منم بسوزم؟ من دستم برای چی دستم ببینش؟ نه بلکن امیر چی از من میخوای؟ بلکن به پات میافتم امیر. منم سوختم بچه من نباید تو امیر. گریه نکن باشه من امیر. سهر گناه تو من میبینی؟ تو رو خدا سهر گناه بچه چی گناه کنم؟ امیر به پات میافتم التماس بچه همو داری من چه ازت خواهش میکنم احمد. من چه بگیرم؟ من چه بگیرم؟ تو رو خدا احمد. باشه همین امشب فقط. همین امشب قسمت میدم. قسمت میدم سهلیس سهر نیست. دوباره سهر نیست. Thank you.